قدرت نرم یعنی چه؟ منابع قدرت نرم چیست و چرا ممالکی که قدرت سخت نیز دارند می توانند با قدرت نرم اذهان دیگر ملت‌ها و ممالک را جذب کنند؟ سلام، حتما شنیده اید که بخش اعظم کسانی که منتقد جدی سیاست‌های آمریکا هستند، اگر دستشان می‌رسید زندگی در آمریکا برای خود و فرزندانشان را به زندگی در ممالک خیش ترجیح می‌دادند. شاید در این گفته اغراق باشد، اما نکته انکار ناپذیر در آن هست و اون جذابیت ارزش‌هایی است که زیست روزمره در کشورهایی چون آمریکا را کاملاً متفاوت می‌کند با زیست روزمره در کشورهای کم توسعه یافته. شاید کنه آنچه که از یک سو فرار مغزها و از سوی جذب مغزها نامیده می‌شود در همین باشد. جذابیت عمومی حتی برای آنان که همه جهان به زندگی در غرب را جذاب نمی‌بینند. آیا این همان تعریف قدرت نرم است؟ ولی قدرت نرم فقط از آن قدرت‌های بزرگ جهانی است و چیزی است که برای همیشه بتوان به آن نازید یا مرتب در معرض دستبرد قدرت‌های دیگر از جمله بازیگران منطقه‌ای قرار می‌گیرد. کیوان حسینی همکارم در بخش فارسی بی بی سی که تحقیقی دانشگاهی در مورد قدرت نرم انجام داده میگوید قدرت نرم برخلاف اسمش فقط از طریق نرمش و جذابیت صرف ایجاد نمی‌شود. نجاح محمد علی تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید ممالکی که قدرت نرم ندارند مهارت‌های ایجاد اون را هم ندارند و این باعث می‌شود کسب قدرت نرم روندی قامز و طولانی باشد. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. آقای حسینی، این مفهوم قدرت نرم از کجا پیدا شد و به چی اطلاق میشه؟ ببینید، در نظریه پردازی روابط بین الملل مسئله قدرت و اینکه چطوری باید تعریفش کرد و چه معنی داره مسئله خیلی در واقع باریشه و پشتوانه زیادی هست. کسی که تعریف قدرت نرم رو ارائه کرد یک استاد دانشگاه و از نظریه پردازهای مهم روابط بین الملل هست به نام آقای جوزف نای. ایشون در دهه 70 کار مهمش با رابرت کوهن این بودش که در نظریه پردازی نئولیبرالیسم در روابط بین الملل کتاب مفصلی رو منتشر کرد و در اواخر دهه 90 رسید به اینجا که درباره قدرت به طور کلی شروع کرد به مطالعه کردن. اتفاقی که افتاد این بودش که در اون زمان یک کتابی منتشر شد از پل کندی از مورخین بریتانیایی درباره صعود و ظهور قدرت‌های بزرگ. آقای کندی هم از در واقع چهره‌های مهم در ارتباط با تاریخ قدرت‌های بزرگ هست و در اون مفصل توضیح داد که چرا فکر می‌کنه که ایالات متحده آمریکا داره از قدرت و نفوذش در سطح جهانی کاسته میشه. جوزف نای سعی کرد یک کتابی بنویسه تا پاسخ آقای کندی رو بده و در این کتاب سوال بزرگی رو که سعی می‌کرد جواب بده این هستش که آیا فقط باید به قدرت نظامی ایالات متحده ما نگاه بکنیم، به قدرت اقتصادیش نگاه بکنیم و اونطور که کندی گفته نسبت هزینه‌ای که از تولید ناخالص ملی خرج ارتش میشه میزان قدرت رو تعیین میکنه، یا اینکه ایالات متحده آمریکا و حتی وزارت خارجه منابع دیگری هم داره با توجه به تجربه‌ای که خودش داشت در سطح سیاست‌گذاری در دولت آمریکا؟ آگاه بود به این مسئله که ایالات متحده در برخی موارد بدون اینکه هیچ کاری انجام بده، بدون اینکه واقعا کسی رو مجبور بکنه با اسلحه یا سعی بکنه مثلا با قدرت اقتصادی خودش با پرداخت پول یا با تحریم مجبور بکنه که با سیاست‌های ایالات متحده همسو بشه، اونها با ایالات متحده همسو هستن. یعنی بدون اینکه ایالات متحده اجبار کنه اونها کاری انجام میدن که ایالات متحده میخواد. دقیقاً، و اینها به اهداف سیاست خارجی خودشون میرسیدن. و در زمینه جنگ سرد اگر نگاه بکنیم، مقایسه‌ای که تو ذهن نای هست با اتحاد جماهیر شوروی هست و ما میدونیم که در این زمان شوروی برای اینکه حتی کشورهای اقماری خودش رو در
بلوک خودش نگه داره در مواردی ناچار شده از قدرت نظامی در مجارستان چکسلواکی استفاده بکنه، ولی برای ایالات متحده آمریکا در بلوک غرب هرگز چنین وضعیتی وجود نداشت. بله، خب این بستری بود که مفهوم قدرت نرم درش درست شد. به چی اطلاق میشه؟ این واژه رو برای اولین بار اونجا استفاده کرد و گفتش که اعتقاد داره که اگر سیاست خارجی طرف روبرو همسو میشه با سیاست خارجی ما، به دلیل جذابیتی که ما داریم، به دلیل علاقه‌ای که وجود داره به تصویر کلی که از ایالات متحده فرهنگش و ارزش‌های سیاسیش وجود داره، این نه قدرت نظامی نه قدرت اقتصادی، این شکل سومی از قدرتی که تعریف می‌کنم من و اسمش رو گذاشت قدرت نرم و مرکزش رو هم گذاشت رو بحث جذابیت و اینکه چه چیز جذابه و چطور میتونه جذاب بشه برای دیگران. دوباره برای اینکه ساده ترش بکنم، به اینطوری باید ببینیم داستانی که توی ذهن ایشون اینطوری بوده که مثلا در بلوک غرب نظام اقتصادی سرمایه داری جذابیت داره، دموکراسی، لیبرالیسم، آزادی های فردی جذابیت داره و به همین دلیل هم هستش که مثلا بلژیک یا اتریش، یا اتریش که حالا جزء بلوک غرب دقیقاً در اون لحظه محسوب نمی‌شده، کشورهای اروپایی همسو هستن، ژاپن، کره جنوبی نیازی نیستش که با قدرت نظامی بریم. آیا منابع قدرت نرم از نظر جوزف نای همینا هستن که شما گفتی، سرمایه داری، لیبرالیسم، یا یه مقدار مشخصتر راجع به این حرف زد در مورد ابزارها یا منابعش؟ بله، در سطح نظریه سه منبع اصلی رو دستبندی میکنه آقای نای: فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و سیاست خارجی. قسمت سومش در واقع عملکرد دولت هست در روابط بین الملل در سطح سیاست جهانی. میگه فرهنگ شما میتونه جذابیت داشته باشه، میتونه به ارزش‌های جهان شمول اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه، و اگر که نداشته باشه برای شما سخت خواهد بود که بخواید به اهداف سیاست خارجی خودتون دست پیدا بکنید. ارزش‌های سیاسیتون رو میتونن دیگران قبول داشته باشن یا نداشته باشن، ارزش‌های سیاسی مثل لیبرالیسم یا در اون زمان برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیسم، یا همین الان برای جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژی اسلام‌گرایی شیعه‌ای که وجود داره. و بعد اگر شما این ارزش‌ها رو در عملکرد سیاست خارجی خودتون بهش پایبند باشید یا نباشید، هم در این جذابیت شما و قدرت نرمتون اثر میذاره. بسیار خوب. آقای محمد علی، شما معتقد هستی قدرت نرم از آن قدرت‌های بزرگه؟ منظورتون اینه که قدرت نرم پشتش قدرت اقتصادی، قدرت نظامیه و به همین دلیله که قدرت‌های جهانی یا قدرت‌های جهانی غربی به من گفتید قدرت نرم هم دارن. ولی در این حال نکته ای که برای من جالب بود این بود که شما معتقد هستید اونایی که قدرت نرم ندارن مهارت ایجادش هم ندارن. میتونید توضیح بدید چرا؟ برای اینکه اینجوری که شما بگید میگید انگار یه سیکل بسته است و هیچ راهی برای خروج از این سیکل بسته نیست، از این دایره بسته. اونی که قدرت نرم داره داره، اونی که نداره نداره و نمیتونه ایجاد کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. البته تعریفی که من بهش اعتقاد دارم درباره قدرت نرم خیلی آسون و خیلی ساده، و اون این است که شما به اهداف خودتون برسید بدون اینکه از قدرت نظامی استفاده بکنید. به قول بعضی ها اصلا بدون اینکه یک تیر شلیک بکنید، ولی به اهداف سیاست خارجی خودت باید برسید. کشورهایی که یا ممالکی که فعلا قدرت نرم ندارن، فعلا نمیتونن الان پیداش کنن، در حالی که در جهان قدرت‌های بزرگی مثل امریکا، مثل روسیه، مثل البته غرب یعنی اروپا، قدرت‌های نرمشون تقریبا آماده. چون قدرت نرم ایجادی نیست، یعنی مصنوعی نیست. باید شما این ارزش‌ها داشته باشید، از این ارزش‌ها استفاده می‌کنید. یعنی آمریکا مثلا میگه لیبرال و دموکرات و از حقوق بشر، خود آمریکا فاقده. یعنی به زبان عربی ما مثال داریم، میگیم فاقد الشیء لا يعطيه. من یک کمی اختلاف دارم با شما. در مقدمه شما گفتید که خیلی ها مثلا انتقاد میکنن از امریکا، اما دوست دارن میرن زندگی میکنن در امریکا، چون در امریکا ارزش های وجود دارد، در حالی که همچین چیزی وجود ندارد. امریکا از قدرت نظامی و اقتصادی استفاده میکند و خودش یک فرم جدیدی برای خودش درست کرده به نام قدرت نرم. یعنی این قدرت نرم امریکایی هایی که ایشون ازش تعریف میکرد الان صحبت میکرد،
هیچ انطباقی ندارد با واقعیت های امریکا. امریکا معتقد هستش به لیبرالیسم یا به حقوق بشر. در کشوری مثل عربستان سعودی و الان هم یعنی بزرگترین متحد امریکا در منطقه عربستان سعودی. عربستان سعودی هموطنانشون در سفارت یا در کنسولگری ذبح و قتل میکند. خب امریکا چرا صحبتی نمیکنه؟ شما اینه که قدرت نرم بر فریب و تظاهر استواره؟ نه فقط نه کلا نه تعریف جو عام نمیتونم همچین چیزی بهش بگم. یعنی به این قدرت نرم یعنی قدرت هایی که قدرت نرم هم دارن در واقع خودشون اون ارزش ها رو پامال میکنن. بستگی دارد به اون کشوری که از قدرت نرم استفاده میکنه. امریکا از قدرت نرم استفاده میکنه برای تحقیق اهداف نظامی خودش. یعنی چیزی که نتونست در عملیات نظامی از قدرت سخت استفاده کرده بهش نرسیده، میره از قدرت نرم استفاده میکنه یا برعکس الان داره تلفیق میکنه. الان شما ملاحظه میکنید، من مثال عراق میزنم خدمتتون. از 2003 بعد از اینکه رژیم صدام حسین برداشته شده، چطور برداشته شده؟ از قدرت نه برداشته نشده. برداشتن از طریق قدرت سخت، قدرت نظامی، اشغالگری. همون روزی که ایالات متحده وارد عراق شده، شروع کرد به تأسیس سازمانهای به اصطلاح سازمانهای جامعه مدنی. حدود اگر شما میدید ملاحظه میکنید و بررسی بکنید تا 2011، یعنی اواخر 2011 که امریکا نظامی از عراق خارج شد طبق توافقنامه صوفا، حدود 12,000 سازمان ایجاد کرده. خب بعدا کم شده وقتی که امریکا رفت. خب این یه چیزی باید نشون میده. خب چرا کم شده؟ شد الان تقریبا ما حدود 500 یا بیشتر از 500 سازمان جامعه مدنی ثبت شده در عراق. چرا یعنی از 12,000 تا مثلا 500 این فاصله خیلی زیاده؟ این یعنی چی؟ یعنی امریکا از طریق نظامی، از طریق قدرت نظامی و قدرت پولی ها وارد شد سازمان ها ایجاد کرده، تهیه کرد برای که نظام سیاسی فعلی در عراق ایجاد کنه، ثبات پیدا میکنه به نفع خودش ها. بله، نظام سیاسی. منظور شما اینه که اونچه که در علوم سیاسی، در جامعه شناسی، جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه نامیده میشه، این در واقع ابزار قدرت نرم ممالک قدرتمنده. 100%. البته من مخالف جامعه مدنی نیستم، چون اسلام اعتقاد دارد به جامعه مدنی و اولین کاری که پیغمبر اکرم انجام داد وقتی که وارد مدینه شد، اصلا مدینه یعنی همون مدینه یثرب، یک معاهدنامه یا عهدنامه به نام عهدنامه مدینه امضا کرد با کافرین و با یهود و این زمان و مسیحیون. منتها در جهان کنونی این یعنی این سازمان ها، این اصطلاحات، این کلمات زیبا، کلمات زیباست، ولی عملا به نفع اهداف شیطانی، ابزاری است در دست ما برای افزایش قدرت نرم در خدمت اهداف خودشون. آیا چنین میشه گفت در تئوریای جوزف نای و همفکرانش در مورد قدرت نرم، آیا اونچه که جامعه مدنی نامیده میشه، سازمانهای مدنی بخصوص در کشورهای در حال توسعه، این بخشی از قدرت نرمه؟ قدرت نرم ممالک قدرتمند، دول بزرگ؟ بستگی به استراتژی داره که در سیاست خارجی یک دولتی داره اجرا میکنه. جامعه مدنی به طور مستقل اگر شکل بگیره در کشورهای دیگه لزوماً ارتباطی به کشور خارجی میتونه نداشته باشه. اما اینکه قضاوت اخلاقی در ارتباط با تعریف قدرت نرم بکنیم که آیا درسته یا نه، اتفاقا موضوعی هستش که آقای نای خودش که در سالهای بعد این مفهوم رو بیشتر توسعه داد، یک جایی بهش پاسخ داده و خودش هم در واقع آگاه بود به اینکه وقتی میگه قدرت نرم، به نظر میاد که یک قدرت خوبی رو داره ازش صحبت میکنه. در آخرین کتابش در سال 2011 توضیح داده که منظور من رو اشتباه فهمیدید. فقط
توصیف کردم. من فقط توصیف کردم و به هر شکلی میشه ازش استفاده کرد، همونطوری که قدرت نظامی و قدرت اقتصادی رو به هر سمتی میشه برد و به هر شکلی استفاده کرد. اتفاقی که ایالات متحده آمریکا آقای محمد علی منتقدش هستن، در واقع ایشون منتقد سیاست خارجی آمریکا هستن، نه اینکه لزوما چطور این رو بهش دست پیدا میکنه. تلفیق قدرت نرم و قدرت سخت که الان آقای نای اسمش رو گذاشته قدرت هوشمند، اون جایی هستش که نای داره سیاست گذاری میکنه و توصیه میکنه به دولت آمریکا که چطوری رفتار بکنه. جایی که داره صحبت از قدرت نرم میکنه، در واقع داره یک وضعیت و یک رابطه ای رو که وجود داره توصیف میکنه. و این نکته مهمی هم که هست و بعد نیست اینجا حتما بهش اشاره بکنم، چون در ادبیات برخی از سران جمهوری اسلامی ایران هم میدونید قدرت نرم رو یه خوردم گسترشش دادن، کردنش جنگ نرم، و حتی اشاره میکنن که نای این رو ابداع کرده یا خلق کرده. اینطوری نیست، در واقع جوزف نای یک رابطه‌ای رو، رابطه قدرتی رو که وجود داره، داره سعی میکنه تئوری پردازی کنه، نظری پردازی کنه تا راحت‌تر درکش بکنیم. نه تنها قبل از نای این رابطه وجود داشته، بلکه مثال‌های تاریخی زیادی وجود داره که ما می‌تونیم از گذشته دور ببینیم که چطور قدرت‌ها از بدون اینکه شلیک بکنن حتی یک گلوله به اهدافشون دست پیدا کردن. ولی واقعیت اینه که وقتی راجع به جذابیت به عنوان سکوی قدرت نرم صحبت میشه، این جذابیت یک مفهوم خونسا نیست دیگه. شما وقتی یک کسی رو، یک طرفی رو، یک جریانی رو جذاب میکنی، این باید همراه با زشت کردن دیگری باشه دیگه. شما، من خوندم توی تحقیقتون اینو گفتی دیگه. بنابراین این نقد به جوزف نای و کسانی که مفهوم قدرت نرم رو بالا پر دادن وارد هست دیگه، که در واقع شما خونسا صحبت نمیکنید. وقتی راجع به جذابیت یک طرف صحبت میکنید، باید خیلی بی پرده بگید که اونی که خودش رو جذاب میکنه دیگری رو زشت میکنه دیگه. کافی به سینمای هالیوود نگاه کنیم دیگه. یک طرف جذابه، یک طرف قاهره، یک طرف زیباست، طرف دیگه چیه؟ زشته، وحشیه و خیلی صفاتی که همراه با اینا میاد. چنین نیست؟ کاملا درسته. من شخصا فکر میکنم که این ایراد بزرگی هستش که در سطح نظریه به جوزف نای وارده و موجب شده به دلیل شکلی که اینشون فرمول بندی کرده قدرت نرم، و کل مقالاتی که در ارتباط با قدرت نرم در تمام این سالها تولید شده بر مسئله جذابیت متمرکز بوده و پاسخ دادن به این پرسش که چطور این جذاب، اول از همه این جذابیت چی هست و چطور میشه بهش دست پیدا کرد، و در اینجاست که دو شکل مختلف ارائه شده، از جمله این که مثلا جذابیت به شکل طبیعی وجود داشته باشه. خود نای اعتقاد داره مثلا آزادی برای همه جذاب هست و یک ارزش جهان شمول هست، یا اینکه به شکل یک برساخت اجتماعی درست بشه، مثل توضیحاتی که آقای محمد علی میده در ارتباط با مسئله جذابیت لیبرالیسم. و در سالهای قبل ما میدونیم که حالا برای اینکه ببینیم که چطور این جذابیت کار میکنه، لیبرالیسم باید حتما جلوی ایدئولوژی‌های دیگه قرار بگیره، مقایسه بشه تا این ساخت اجتماعی شکل بگیره. آقای محمد علی، شما وقتی راجع به قدرت نرم صحبت کردید، خیلی تکیه کردید روی پشتوانه‌ای که داره قدرت اقتصادی و نظامی، ولی قدرت نرم بر چیزهایی هم استواره که ربطی به این تفوق اقتصادی و نظامی حال حاضر ضرورتاً نداره. تاریخی طی اعصار ایجاد شده و بسیار دور از سیاست اغلب. مثال بزنم، مثلا بریتانیا در ردبندی های قدرت نرم بالاست. وقتی از نظری پردازان میپرسی چرا، اسمهایی که نام میبرن آکسفورد یونیورسیتی، دانشگاه آکسفورد مثلا، یا زبان انگلیسی، یا رسانه‌ای که در سطح جهان طرفدار زیاد داره، منتقدم زیاد داره البته، ولی حتی منتقدانش سعی میکنن رجوع کنن بهش، بی بی سی، خب یک رسانه جا. اینها چیزهایی نیست که ربط به سیاست‌های حال حاضر دولت‌ها داشته باشه. خود جوزف نای که آقای حسینی زیاد بهش اشاره میکنه، میگه مسئله‌ای که دولت‌ها دارن اینه که منابع قدرت نرم اغلب اوقات خارج از دسترس دولت هاست، و این باعث تنش بین دولت و این منابع قدرت نرم میشه. مثلا در همین حال حاضر در انگلیس، دانشگاه ها با دولت اختلاف نظر دارن در مورد سیاست گذاری حال حاضر در مورد کرونا. تنش ها بین رسانه بی بی سی از نیمه دوم قرن بیستم تا حال حاضر
بین بی بی سی و دولت کاملا واضح بوده. پس اینجوری نیست به این سادگی که قدرت نرم صرفا ناشی از قدرت نظامی و اقتصادی باشه. ولی شما نباید فراموش کنید که انگلیس قبلا خودش یعنی استعمار کل جهان رو استعمار کرده، یعنی قبل از که درست اکسفورد حدود 1000 ساله مثلا عمرش هست، ولی حتی در قبل از اکسفورد، یعنی قبل از پیدایش به اصطلاح استفاده از زبان انگلیسی، خب چطور میتونن استفاده بکنن از زبان انگلیسی مگر نرفتن به جاهای دیگر؟ در حالی که انگلیسی یک جزیره استعمار استعمار واسطه بود زبان انگلیسی 100%. خب 100%، حتی امریکا، خب امریکا چطور تأسیس شد؟ منهای سکان اصلی امریکا، خب انگلیس تقریبا کل جهان رو، اصلا ما میگیم جهان انگلیس یک کشوری که آفتاب ازش غائب نمیشه همیشه، و نمیتونیم ما طبق تعریف که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم برای قدرت نرم، میتونیم رده بندی کنیم این کشور مثلا چطور کدوم قسمت هستش. من معتقد هستم قدرت نرم یک ابزار برای استفاده برای بست کردن سیاست خارجی این کشور، یعنی نظرم منفیه نسبت به قدرت نرم، قدرت نرمی که در امریکا مثلا همون که تعریفی که ایشون الان دارن نقل میکنن برادرمون، این همش شعاره، این همش حرفه، جذابیت داره اما در عمل هیچ چیزی وجود ندارد. در عراق فقط در زمان حصار، حصار اقتصادی از 1990 تا 2013 فقط 2 میلیون سیویلین شهروند عراقی کشته شده، نیمی از اونها کودک بودن. بعد از 2013 یعنی 2013 تا الان، شما فقط الان برو سرچ کنید در گوگل و مقایسه کنید ایران مثلا چطور عمل کرد در عراق و امریکا چطور عمل کرد در عراق. بحث ایران میرسیم که مهمه، قبل از که بحث ایران فقط میخوام اجازه ایران وید کنید، فقط سیرچ کنید ببینید جنایت های امریکا در عراق، در عراق یک میلیون و نیم کودک فقط کشته شده بعد از 2003، بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین. قدرت نرم جذابه، شما باید از قدرت نرم استفاده میکنید که این واقعیت ها رو بپوشونید برای احسن. در دفاع از نای، حالا من اونقدرم با جوزف نای هم عقیده نیستم، ولی فقط برای اینکه تصویر روشنتری داشته باشیم از اینکه دقیقاً ایشون چی گفته، خود نای چه دو تا بحث در تحلیل قدرت نرمش در ارتباط با آمریکا هست، یکی در سطح کلانه، یکی در سطح سیاست گذاریه. اونجایی که میگه که شما باید در سیاست خارجی با ارزش‌های سیاسی خودتون در واقع همخوان باشید و باستاب داشته باشه، اتفاقا نای هم منتقد جنگ عراقه و هم منتقد سیاست خارجی 4 سال اخیره و اعتقاد داره که اگر شما همخوان نباشید و رفتارهایی انجام بدید که اون ارزشهایی رو که اینقدر دربارش صحبت میکنید به نظر بیاد زیر پا میذارید، قدرت نرمتون کاسته میشه و اعتقاد داره در دورههایی دست کم در 2 دهه اخیر این اتفاق افتاده. یعنی ولی فارغ از اینکه جوزف نای چی میگه، آقای محمد علی اینجا داره میگه که یک، قدرت نرم در واقع بزک میکنه کشوری که خودش به اون ارزشهایی که با قدرت نرم همراه است همخوانی نداره، همگامی نداره. دو، میگه قدرت نرم ابزار پیشبرد سیاست خارجی صرفاً. قسمت دومش رو کاملا موافقم. قدرت نرم مثل قدرت‌های دیگه در این بحث که داریم صحبتش رو می‌کنیم در خدمت سیاست خارجی، باید در خدمت سیاست خارجی باشه، وگرنه اساساً شکل نمیگیره، یعنی چهره خودش رو نشون نمیده. قدرت نرم یه چیز منفعلی نیست که یک گوشه‌ای وجود داشته باشه. صحبت از یک رابطه‌ایه که بر اساس یک فرایندی به این نتیجه به خصوص میرسه. اگر این فرایند به اشکال مختلفه، اگر این فرایند دقیقاً همون فرایند مورد نظر ما باشه بر اساس جذابیت و به اون نتیجه مورد نظر برسه، ما شاهد ظهور قدرت نرم هستیم. در غیر این صورت که اصلا همخوانی سیاست خارجی با قدرت نرم میتونه یکی از منابعش باشه. اما در ارتباط با انتقاد مستقیمی که از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و چگونه اینها به استراتژی‌هاشون انجام میدن یا اینکه بزک میکنند با قدرت نرم، این رو این
میشه علیهش به هر حال استدلال‌هایی رو مطرح کرد. یعنی بخشی از جذابیتی که ایالات متحده آمریکا به طور خاص و غرب به طور در واقع عام داره در دنیای بیرون از غرب، نتیجه تحولاتیه که شاید لزوماً هیچ ارتباطی به این سیاست خارجی امروز ایالات متحده آمریکایی یا مثلا دولت بریتانیا نداشته باشه. همون چیزی که شما بهش اشاره کردید، یکی از مثال‌های خوبش دانشگاه هاست، رسانه، زبان انگلیسی و اتفاقاتی که در قرن 19 در این ساختار بین المللی که امروز ما داریم توش زندگی میکنیم اثر خیلی شگرفی گذاشتند و این ساختار رو اصولاً ساختند به شکلی که توش شما میگید که آکسفورد دانشگاهی هستش که هیچ دانشگاهی دیگه از نظر سابقه نمیتونه باهاش رقابت بکنه. درسته، اما چه شده که داشتن چون این دانشگاهی یک ارزش بزرگ محسوب میشه؟ چه شده که تولید علم به این شکل این همه اهمیت پیدا کرده در روند فکر کردن ما؟ این اتفاقا در دوره روشنگری افتاده و در جریان انقلاب صنعتی. اما حتی آکسفورد هم بانع نشد که جنگ‌های داخلی در داخل انگلستان جلوگیری کنه یا جنگ‌های بین انگلیس و کشورهای منطقه مثل فرانسه و کشورهای مثل دانمارک ایجاد کنه. آکسفورد الان مؤثر شده، الان داره به عنوان، یعنی اگر ما مقایسه کنیم با همون حرف مثلا یک اصطلاح بزنیم میگیم صدور انقلاب، یادت ایرانی ها صحبت میکردن قبلا، آکسفورد الان این کارو داره میکنه الان، یعنی صدور ارزش ها میکنه. نکته که میخوام بگم اینه که این که تبدیل به ارزش شده در مقایسه با نهادهای آموزشی دیگری تبدیل شده. مثلا یکی میتونه بگه آقا ما مدارس دینی داشتیم از گذشته و داریم که اینها بسیار سابقه دارند، آیا هیچ کدوم اینها، شما بیاید الان بگید من یه حوزه علمیه دارم که 300 سال 400 سال سابقه داره، با یک دانشگاهی که 300 سال 400 سال سابقه داره به یک اندازه برای شما جذابیت در سطح بین المللی درست نمیکنه؟ این مقایسه حوزه علمیه و آکسفورد، میخواستم بگم که ما رو به مقایسه سیاست‌های ایران حداقل در منطقه خودش با سیاست‌های قدرت‌هایی که قدرت نرم دارن میکشونه. ایران موفق بوده قدرت نرم ایجاد کنه در 40 سال اخیر؟ ایران قدرت نرم دارد، خود به خود دارد، یعنی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. قبل از انقلاب ایران باستانی یک ایران عظیمی بوده، تمدن ایران تمدن فراگیره، رسید به جاهای مختلف. من برخی اوقات مثلا بعضشون از من اعتراض میکنن، میگن شما یک نفر عراقی چرا دفاع میکنید از ایران یا از سیاست های ایران؟ میگم اصلا ما در از لحاظ فرهنگی و تمدنی عراق جزو قلمروی تمدن فرهنگی ایران بوده، منتها ایران موفق نشده، موفق نیست از استفاده کردن از، یعنی در استفاده کردن از قدرت نرمش، بالخصوص در عراق. من مثال های زیادی دارم درباره این موضوع. در عراق اصلا آماده، عراق بعد از جنگ 8 ساله که صدام حسین اومد و ایجاد کرد، هدف اصلیش ایجاد شکاف بین دو ملت و بالخصوص بین شیعیان عراق و شیعیان ایران. اما دیدیم ما بعد از 2003 دیدیم نه، خب انقلاب ایران، انقلاب اسلامیش یا اسلام یا تمدن فارسی، تمدن فارس زبان، زبان فارسی ایران، ایرانی ها جذابیتی دارد. اونجا من از جذابیت استفاده میکنم، مثلا حوزه علمیه به اصطلاح، یعنی مراجع تقلید، زیارت های ازرح و آیا ایران تونسته بر این سرمایه، این قدرت نرمه، این وجود داره، یعنی ایران ایجاد نکرده، این از اوله. منتها ایران روی کردش عملش در عراق متاسفانه بیشتر امنیتی بوده، نظامی و امنیتی بوده. البته ممکنه به خاطر وقایعی که اتفاق افتاد، یعنی داعش بالخصوص بعد از اومدن داعش، اما قبل از داعش ایران باید، یعنی می بایستی بیشتر روی قدرت نرم فرهنگیش بیشتر عمل میکنه، نه برعکسش. الان ما دیدیم، یعنی تا یک سال پیش تا حالا از شروع تظاهرات در عراق، من میشه میتونم میگم که الان ما داریم ضد نوعی، یعنی شیعیان عراق ضد ایران در تظاهرات بیشترشون شیعه هستن، در حالی که ایران عملش مثبت بوده نسبت به حفظ کیان عراق. با این حال فکر میکنید قدرت نرمه؟ با این حال ما الان میبینیم
در تظاهرات رفتن کنسولگری ایران در نجف و کربلا آتش کشیدن، در حالی که سفارت امریکا مسئوله، یا مثلا کنسولگری امریکا در بصره مسئوله، میارن کنسولگری ایران رو در بصره به آتش بزنن. این من اینجا انتقاد میکنم از ایران. من معتقدم ایران نتونسته خوب از عمل سرمایه هایی که میتونه منبع قدرت نرم باشه استفاده خوب بکنه. به طور کلی من فکر میکنم جمهوری اسلامی دو منبع بزرگ برای تولید قدرت نرم در این چهار دهه داشته که روش هم سرمایه گذاری کرده اتفاقا. یکیش ایدئولوژی شیعه است، شیعه بودنش و مرجعیتش در این زمینه، و دومیش هم اسرائیل ستیزیشه که فراتر از جمعیت شیعه خاورمیانه جذابیت هایی در خاورمیانه داشته و ازش بهره برده و موجب شده که قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران حتی نه در کشورهایی مثل عراق و سوریه و لبنان، بلکه در سطح شمال آفریقا، مصر، تونس، اونجاها هم احساس بشه و همه ما هم به مواردی برخوردیم. نشر تشیع؟ نه، اسرائیل ستیزی. اسرائیل ستیزی قسمت اول ایدئولوژی شیعه، قسمت اولش شیعه به خاطری که جذابیتی داشته بین جمعیت شیعه میتونه برای جمهوری اسلامی، قسمت دوم اسرائیل ستیزی. آیا واقعا اسرائیل ستیزی در عین اینکه قدرت نرم ایجاد کرده، اگر تز شما رو بپذیریم، برای ایران از جهات دیگه توانایی کسب کرده؟ این یه معادله قامز و پیچیده‌ایه. از یه طرف شما معتقد هستی مایه قدرت نرم شده برای ایران، از طرف دیگه برای سیاست خارجی ایران مسائل بسیار پیچیده، برای ورزش ایران مسائل بسیار پیچیده. پس اینو چجوری میشه توضیح داد؟ من به طور کلی معتقد نیستم که جمهوری اسلامی ایران در تولید قدرت نرم موفق بوده و در مسیر حرکت کرده که متناسب هست با تحولات سیاسی اجتماعی منطقه. ایدئولوژی جمهوری اسلامی درسته که برای شیعه ها شاید جذاب باشه یا یک کسی که با اسرائیل مشکل داره، ولی نه در توسعه اقتصادی و نه در توسعه سیاسی و اجتماعی الگویی نیستش که جوان امروز در عراق، در عربستان، در امارات یا در لبنان بخواد بهش دل ببنده. من یه خاطره خیلی کوتاه و سریع تعریف بکنم از یکی از همکارانمون در ارتباط با تاجیکستان وقتی مستقل شد و گروهی اونجا ایرانگرا بودند و علاقمند بودند که تاجیکستان نزدیک بشه از نظر فرهنگی به ایران. چیزی که این گروه بزرگ رو به شدت زده کرد زمانی بودش که اینها با جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌های دینیش و مشکلات خیلی جدی در ارتباط با انسداد سیاسی و استبداد سیاسیش آشنا شدند و به این نتیجه رسیدند که اصولاً رفتن به این سمت ما رو به اون توسعه‌ای که می‌خوایم، به اون آزادی و دموکراسی که می‌خوایم نخواهد رسوند. شما آقای حسینی در مورد این مشکلات کشورهای چون ایران که میخوان قدرت نرم ایجاد کنن ولی سیاست خارجیشون نمیدونم ارزش‌های درونیشون نمیخونه با این روند صحبت میکنید، ولی بیم مورد آمریکا رو نگاه کنیم. تعریف قدرت نرم اینه که دیگران کاری که میخوای انجام بدن بدون اینکه حتی تو اشاره بکنی. تحریم درست مقابل اینه، دیگران حتی متحدینت کاری که تو میخوای انجام نمیدن ولی تو میای با چماق تحریم بر سرشون میکوبی که این کار رو بکنن، تازه بعدم باید مخالفت میکنن، میگن نه. این به ما چی میگه؟ تحریم باعث نشده قدرت نرم آمریکا به شدت افت کنه؟ اصولا تحریم زمانی شروع میشه که قدرت نرم کار خودش رو انجام نداده. تحریم اساسا قدرت سخته. وقتی که شما از قدرت نرم نتونستید به سیاست خارجیتون برسید، گزینه‌های دیگری دارید که طرف روبروتون رو مجبور بکنید. یکیش میتونه تحریم باشه، یکیش میتونه پول دادن باشه به طور مستقیم. حتی من به شما پول بدم و بگم که آقا مثلا این پول رو به شما میدم که در اون سازمان بین المللی به نفع من رأی بدید. من به عنوان عراقی، من عراقی هم، ایرانی نیستم، من معارض سیاسی هستم، معارض رژیم صدام حسین بودم و معارض رژیم کنونی هستم در عراق. اما به هیچ وجه من قبول نمی کنم که امریکا میاد مردم من تا اصلا من جدا شدم 1990، من مشاور ویژه آیت الله محمد باقر الحکیم بودم. وقتی که آیت الله محمد باقر الحکیم و گروه های شیعه عراق قبول کردن تحریم های امریکا و علیه عراق، من جدا شدم از اونها، انتقاد کردم، گفتم دیگه ما الان زدیم ضد ملتمون. کی ضرر میکنه در تحریم؟ بله. فقط مردم. در این برنامه چندین بار راجع به تحریم ها صحبت کردیم. در باره ارزش ها من میخوام صحبت کنم. بله. ورسانه ها، چون بحثمون قضیه قدرت نرم. بله بله. قدرت نرم
تعریفی که من بهش اعتقاد دارم، وقتی که ما میگیم قدرت نرم، یعنی شما اومدید از ارزش استفاده کردید ضد ارزش دیگران، ضد ارزش دیگر. هم نیازی نیست که همون که شما فرموده بودی قبلا که ما باید زش کردن ارزش های دیگر، نه نه نه، من فقط میام ارزش های خودم منتشر کنم به روش های روز، به زبان امروز من میتونم به اهداف خودم برسم. امریکا اومد در عراق، مثال عراق میزنم خدمتتون، ایران هم دارم، در عراق الان شما برو نگاه کنید ارزش های ضد ایمان، ضد ایمان به خدا یعنی الحاد، ارزش های ضد اخلاقی در عراق الان منتشر شده توسط سازمان های سازماندهی شده، برنامه ریزی شده از طرف امریکا. به ناشی از سیاست های امریکا؟ نه نه ناشی، اصلا سازمان درست کرده، سازمان هایی درست کرده که ارزش ها را نابود میکند و به این نتیجه رسیدیم که مثلا شعار علیه ایران میدیم و به نفع امریکا. آقای حسینی، این نکته ای که آقای نجاح میگه که یه ارزش هایی کم کم زایل میشه در کشورهای کم توسعه یافته و یه ارزش های جدیدی زاده میشه که به گفته ایشون نتیجه سیاست های قدرت های بزرگی، یعنی قدرت نرم از نظر ایشون اینه که بیای داخل، از داخل ارزش های مملکتی رو از بین ببری. این یک چیز رو در توری جوزف نای هم تقریبا مشابه این صحبت میشه دیگه، یه چیزی رو ازش غافل نمیمونه، اونم این که جامعه توسعه یافته همیشه و همگی تسلیم ارزش های قدرت های بزرگ نیستن، در درون این جوامع هم غلیان وجود داره، جنگ ارزش ها وجود داره. مثال مثلا بی‌حجابی یا بدحجابی به گفته مقامات ایران در ایران مثال قدرت نرم کشورهای بزرگی که بی‌حجابی میارن نیست که به گفته مقامات ایران، در درون جامعه ایران نیاز هست، غلیان هست برای این چیزا. به این ترتیب آیا واقعا قدرت نرم، این مفهوم میتونه این جوشش جامعه ای که خودشون ارزش های بومی متفاوت دارن رو بیان کنه؟ من فکر کنم اینجا ما باید یک در واقع تفاوتی قائل بشیم بین اون اتفاقی که همین الان امکان داره به عنوان استراتژی در وزارت خارجه های کشورهای مختلف اتفاق بیفته و اتفاقی که در زمینه تاریخی 150 سال 200 سال اخیر در ارتباط با مدرنیته و تحولاتی که از اروپا صادر شده به کل دنیا رخ داده. بخشیش که دارید شما بهش اشاره میکنید و چه بسا الان یکی از چالش هایی هستش که آقای محمد علی رو در عراق نگران میکنه، روند برخورد ماست با مدرنیته که اتفاقا در این برنامه هم به اشکال مختلف بارها بررسی شده و چالش های زیادی داره، از جمله این که مثلا بسیاری از روشنفکران و افراد دانشگاهی آروم آروم در این سالها، در این 150 سال در کشورهایی مثل ایران و عراق جرأت پیدا کردند که دین رو زیر سوال ببرند یا حتی بیدینی خودشون رو به وضوح اعلام بکنند که شما بهش میگید مثلا ایده های الهادی. فارغ از ارزش گذاری داریم به قضیه نگاه میکنیم، در نهایت این که مثلا برای شما دیندار بودن ارزش هست یه چیزی نیستش که بشه حتما تحمیلش کرد به کل جامعه. یا همون بحث گفتمان توسعه، خیلی ها میخوان بهتر زندگی بکنند و در داستان توسعه اقتصادی از شما ناشی از قدرت نرم کشورهای توسعه یافته نیست، این ناشی از اون نیست. جذابیتی که توسعه داره، جذابیتی که ایده هایی مثل لیبرالیسم در حال حاضر، بازار آزاد، ارزش ها، نه فقط اسلام و دین در عراق یا در کشورهای خودمون، برو نگاه کن اتحادیه شوروی، بریجلسکی چطور بریجلسکی شد، چطور شد مشاور امنیت کارتر بود، شد چون یک تزی داد برای سرنگونی یا تفکیک اتحاد شوروی. تزش منعقد بود بر این قضیه که شما برو منتشر کنید همبرگر در 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 شوروی و موسیقی، موزیک روک اند رول و لباس جینز. بله اون قسمت فرهنگه، ولی فرهنگه، یعنی کاری نداره که فقط دین و آقای محمد علی شما این بحث این شد متوجه هستم. این بحث قدرت نرم رو یه مقدار
تقلیل نمیدید و در موردش ساده انگاری نمی کنید. آیا اتحاد شوروی به این دلیل فروپاشید که غرب اومد همبرگر و شلوار جین و اینجور چیزها رو صادر کرد، یا اتحاد شوروی به این دلیل فروپاشید که در درون جامعه یه نیروهایی توسعه انسانی بیشتر میخواستن، یه نیروهایی دنبال آزادی بودن و اگر قدرت نرم غرب اومد کمک کرد شاید قدرت تسهیل کننده بود؟ نه برعکسش اصلا. برعکسش، یعنی فکر میکنی تمام این جریانات ناشی نه ما نمیگیم در درون شوروی مثلا حقوق بشر رعایت شده. خب همون که در خود امریکا حقوق بشر در درون رعایت نشده و نخواهد شد تا ابد وقتی که نجات پرستی وجود دارد. در این ترتیب شما یه مقدار در قدر از ابزار چطور استفاده میکنه. خیلی جالبه شما که این نقد رو میکنید به قدرت های غربی که چنین میکنن، نظریتون عملا به قدر قدرتی غرب میانجامه، یعنی غرب هر کار بخواد میکنه با استفاده از قدرت نرم و قدرت سخت و اتحاد شوروی رو فرو میپاشه، ایران رو چنین میکنه، عراق رو چنان میکنه. اتفاقا درباره ایران همین کار رو میخواد بکنه. من قبلا 1990 یا 91 یه مقاله نوشتم در لندن، اینجا چاپ شد، مجله الوسط، در الوسط آره، درباره اتفاقا همینه. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی گفتم در اتحاد شوروی چیزی که جمع کرد مردم و کشورهای اتحاد شوروی عقیده، اعتقاد، کمونیست. در ایران دین وجود داشت، داره. ایران هم 6 تا 7 تا قومیت وجود داره، 6 تا اصلی بزرگ، درسته، یعنی آذر و ترکمن و کرد و عرب و فارس و کرد. خب اونها چیزی که جمعشون میکنه در یک کشور دینه. اعتقاد دینی هر چقدر کم میکنید، هر چقدر کم ضعیف میشه، ایران فروپاشین خواهد شد. این ناشی از سیاست های قدرت های غربیه که اعتقاد دینی در ایران کم میشه. الان امریکا، من نمیگم ناشی، میگم امریکا سیاستی دارد. سیاستش استفاده میکنه از چند تا ابزار، من جمله ابزار قدرت نرم. قدرت نرم اینجا به نفعش میخوره وقتی که میاد حرکت میکنه در داخل ایران، ایجاد شکاف میکنه بین قومیت ها، بین مذاهب و اعتقاد، باورهای دینی و باورهای اخلاقی رو وقتی که نابود میشه، سوس کردی، شما میتونید من فکر کنم، شما اونجا گفتید برعکس، من فکر کنم کاملا برعکس این چیزی هستش که شما دارید میگید. یعنی شما دارید در مورد منابع قدرت نرم صحبت میکنید، نه که قدرت نرم لزوما این وضعیت رو به وجود میارن. این وضعیتی که به وجود اومده، جذابیتی که وجود داره در ارتباط با ارزش‌های مثلا غربی، لیبرالیسم یا دموکراسی و چیزهای از این دست، ناشی از قدرت نرم نیست، ناشی از تحولات اجتماعی سیاسی جامعه ایرانه و تجربیاتش در این 150 سال که توش انقلاب اسلامی هست، ملی شدن نفت هست، انقلاب مشروطه هست و تلاشی هست برای رسیدن به یک نظام سیاسی، به یک جامعه ای که با اون مفهوم مدرنیته ایرانی بخونه و خواسته های اون جامعه رو بهش جامعه عمل بپوشونه. همین تجربه انقلاب اسلامی بسیاری هستند که اعتقاد دارند، و تجربه جمهوری اسلامی که بر میزان اعتقادهای دینی این جامعه اثر گذاشته. حتی اگر بر اعتقاد دینی گروه بزرگی از مردم ایران اثر نذاشته باشه، بر روی این مسئله که دین باید از سیاست جدا باشه و این تبدیل بشه یک باوری که طرفداران زیادی داره پیدا میکنه، اثر گذاشته. ولی آقای حسینی، همین دین باید از سیاست جدا باشه، این از آموزهایی نشأت گرفته که منشأش وقتی به عقب نگاه میکنی غرب دیگه. قطعاً در نگاه کلان این همین که، یعنی شما میخوای، یعنی ببخشید من میگم شما، من خواهش میکنم، من اصلا منکر این نیستم. دین از سیاست جدا بشه، سوس کردن ارزش ها، این کار غرب، امریکا میخواد. من منکر این نیستم که اشاره کردم به تحولات قرن 19، دقیقاً منظورم همین بود که ما در یک ساختار بین المللی داریم زندگی می‌کنیم که در جریان دوران استعمار و در پی دو تا جنگ جهانی به این شکلی که امروز توش هستیم ساخته شده. تجربه جنگ سرد هم روش تاثیر گذاشته. اینکه این ساختار بین المللی چجوری داره کار میکنه لزوماً و همیشه به تحولات سیاسی اجتماعی تک تک کشورها و درون این کشورها مرتبط نیست، و به هر حال آدم‌های اون تو دارن زندگی میکنن که فردیت خودشون رو به روندهای درونزا فکر میکنید. ولی پیش از پایان برنامه حتما باید بحث رسانه رو ناگفته نگذاریم. جوزف نای
رسانه رو یکی از منابع قدرت نرم مینامه. در واقع یکی از ابزارها، یکی از ابزارهایی که شما میتونید این ارزش‌های خودتون رو به گوش دنیا برسونید، بهشون بگید چطوری زندگی می‌کنید. جوزف نای میگه که یکی از منابع قدرت نرم یا یکی از ابزارهای قدرت نرم رسانه هستن. رسانه‌هایی که به جهان خارج خبر و تحلیل مخابره می‌کنن. آیا این نظر یه مقدار الان دیگه ساده انگارانه نیست به دلیل تنوعی که رسانه‌ها دارن؟ ببین منظورم چیه. مثلا روسیه راشا توده رو داره که به سراسر جهان به زبان‌های مختلف داره خبر و تحلیل مخابره می‌کنه. خب چین هم داره، اما روسیه به نظر میاد تحلیلگرا میگن موفق‌تر از چین بوده. آمریکا این کارو کرده، سنت داره می‌کنه، ولی تحلیلگران رسانه‌ها در حرفه‌ای بودن کاری که رسانه‌های آمریکایی می‌کنن، من نمی‌گم، تحلیلگران خودشون میگن تردید دارن. خب این به ما چی میگه؟ آیا میشه کل رسانه‌ها رو گفت واقعاً در خدمت قدرت نرم ممالک بزرگ هستن؟ برای اینکه خیلی از این رسانه‌ها اتفاقاً قدرت نرم اون مملکتی که ازش میان رو کاهش میدن. اگر کارشون رو درست انجام بدن، به طور کلی در چارچوب برنامه‌های قدرت نرم، مشخصاً در موسکو و پکن، حتی بودجه‌هاشون هم من فکر می‌کنم در چارچوب برنامه دیپلماسی عمومی تعیین میشه. و به هر حال ما می‌دونیم که این یه سوال چند میلیون دلاری هم هستش در پکن و موسکو و در مراکز مطالعاتیشون برای افزایش قدرت نرم این کشورها. مسئله حرفه‌ای‌گری این رسانه‌ها و اینکه در فرهنگ عمومی رسانه‌ای که الان در ارتباط با خبررسانی بی‌طرفی و منصف بودن ما داریم رو اگر رعایت بکنن بهش به نفعشون خواهد بود. من یعنی رسانه‌ها اگر حرفه‌ای باشن در خدمت قدرت نرم هستن، به نفعشون خواهد بود. ولی چالش بزرگی که چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و کشورهای از این دست دارند واقعا حرفه‌ای‌گری در سطح رسانه نیست. علتش این نیستش که مثلا راشا توده شبیه سی ان ان نیست از نظر کیفیت کار خبرنگاری. علتش چیه پس؟ علتش در واقع علت اصلیش جذاب نبودن اون ارزش‌های سیاسی هست که اینها نمایندگی می‌کنند و این برای جامعه امروز، ساختار امروز جهانی چیزی نیست. شما چنین اعتقادی دارید در مورد مثلا رسانه‌های ایرانی در کشورهای منطقه؟ چنین هست واقعا؟ نه نه، من برعکسش دارم. یعنی الان منتقد هستم من نسبت به رسانه‌های ایران. ایران قدرت از میتونه، یعنی داره، اصلا درست کرده، ایجاد کرده. ایجاد کرده منظورتون رسانه. کانال ها و رسانه. خب خیلی رسانه ما داشتیم قبل از که وارد استودیو بشیم، به دوستمون میگفتم که ایران از لحاظ تحریم هیچ مشکلی ندارد نسبت به کمک کردن به نه فقط رسانه هایی که بهش متعلق هست به زبان های عربی و غیر از عربی، بلکه حتی به گروه هایی که مثل حزب الله و حرکت عصائب اهل الحق و حزب الله عراق و دیگران در سوریه ایران مشکلی ندارد. یعنی متاسفانه غرب در امریکا بالخصوص و براندازان اشتباه میکنن وقتی که میگن که هر چقدر تحریم بشه ایران نفوذش در منطقه قطع بشه. برعکسش، نفوذش در منطقه زیاد میشه و ممکنه به سمت افرادگری هم حرکت بشه، سوق بدهی. ولی بحث رسانه ها، چرا ایران موفق نیست در استفاده از چین؟ متاسفانه ایران نه فقط موفق نیست، شکست خورد. من اینجوری معتقد هستم و دلیلش همین در بحث رسانه ها به خارج از آره، دلیلش همین. البته در سوریه موفقه، در یمن موفقه، در عراق شکست خورد ایران از لحاظ فرهنگی و از لحاظ رسانه‌ای. ایران بیشترین رسانه به زبان عربی دارند در عراق، دارد حدود 30 تا. ایران موفق نیست چون این رسانه‌ها نفوذی توش دارد. ایران باید این اصلا رسانه‌ها همشون جمع میکنن، دشمن ایران تو این رسانه کار میکنه، تو رسانه‌ای که خود ایران تو آره درست کرده برای خارج. آره من آمار دارم و اطلاعاتی دارم و مدرکی هم دارم، نه فقط مدرک. یه چیزی بخوام بگم، آیا چیز رسانه هایی که ایران درست میکنه اون ارزش هایی که سیاست خارجی ایران میخواد رو تبلیغ نمیکنن؟ منظور شما اینه؟ نه، تبلیغ برعکسش، شریعتی. یه چیزی گفته شیعه ضد شیعه، اسلام ضد اسلام، درسته؟ همچین چیزیه. اونا تبلیغشون بر ضد، یعنی از حرفه ای نیستن و نفوذی دارن. من مثالی میزنم، مقتدی السعد همشو معرفی میکنن از دوستان ایران، درست نیست. مقتدی السعد و جریان مقتدی السعد 100% ضد ایران، اما الان مقر اقامت مقتدی السعد کجاست؟ در قم، اونجا الان زندگی میکنه.
همه رسانه هایی که متعلق به ایران پر از نفوذی های مقتدس هست. اجازه نمیدن اصلا یک چیزی که به نفع ایران صحبت کرد. به یه مستاق یه مثال خیلی مهم دیگه هم حتما اشاره باید بکنیم، ولی خیلی کوتاه. به نظر شما در افغانستان قدرت نرمه بله خیلی مصداق بزنم درباره خودمه بله نه نه اجازه یک دقیقه بس. اسرائیل اومد، اسرائیل یک شخص اسرائیلی به نام فلان، اسمشو نمیارم چون اینجا ممنوعه اسم میارم، اومد گفت نجاح محمد علی نوکر و عامل اطلاعات ایران نباید در رسانه های عراقی ظاهر بشه. روز بعدش یک رسانه عراقی متعلق به مقاومت، به مقاومت، من برنامه توش داشتم هر هفته ملاحظ کردم. آیا در افغانستان قدرت نرم آمریکا در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده یا افت کرده؟ نه 100% افزایش پیدا کرده، منتها قبال قدرت نظامی طالبان امریکا شکست خورد و ما گفتیم قبلا. چرا قدرت نرم آمریکا افزایش پیدا کرده؟ افزایش پیدا کرده چون خب افغانستان الان قبل از فرق میکنه از افغانستان زمان طالبان، میوزیک وجود داره. در دو سال اخیر بذارید از نو بپرسم، در دو سال اخیر که آمریکا اعلام کرده که خارج میشه در افغانستان، از افغانستان، آیا قدرت نرم آمریکا افت کرده یا افزایش یافته؟ من فکر میکنم افت نکرده، همون قدرت نرمش همون هستش، همون رادیوهایی که خودش ازش استفاده میکنه داره پخش میکنه، همون موزیک، فیلم، سریال، همون چیزهایی که داره تبلیغ میکنه داره انجام همون میشه، همون ابزارها رو داره به همون نتایج داره میشه، ولی با این نتایج رسیده. چون قدرت نرم امریکا البته تأثیر داره در مردم افغانستان، شکاف وجود دارد بین مردم افغانستان و طالبان، اما روی زمین طالبان قدرت نظامی دارد. به نظر شما در افغانستان قدرت نرم آمریکا در دو سه سال اخیر افت کرده یا افزایش پیدا کرده؟ در چارچوب گفتمان همیشگی جذابیت توسعه و توسعه سیاسی و اقتصادی، آمریکا و بقیه کشورهای غربی همیشه از یه سطحی از قدرت نرم دارن، در واقع از یک امتیازی همیشه بهره خواهند برد که این به هیچ وجه در سالهای اخیر هم کاهش پیدا نکرده. اما در ارتباط با در واقع وفادار بودن به ارزش‌های سیاسی، یه اتفاقی افتاده که در جریان مذاکره با طالبان به قدرت نرم آمریکا آسیب زده، به خاطر اینکه بسیاری از منتقدین این رو برخلاف تمام اون ارزش‌های سیاسی که ایالات متحده خودش داره تبلیغ می‌کنه می‌بینن، از این جهت که گروه طالبان یه گروه اسلام‌گرایی هستش که با هیچ کدوم از اون ارزش‌ها، از جمله آزادی بیان، آزادی زنان، حاضر شد با اینها سر، بله با هیچ کدوم اونها سازگار نیست و آمریکا پذیرفت که با اونها وارد مذاکره شه. این به قدرت نرم ایالات متحده در جامعه افغانستان به ویژه در بیان جوانان ضربه زد. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پای این بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه کیوان حسینی و نجاح محمد علی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.